ماه بسیار سختی رو داشتیم که خیلی از این ماجرایی که دیدیم در واقع در اختیار خودمونم نبوده. زمزمه هایی بود از این طرف و طرف هم میشنیم که ما هم باید کار نکنیم، کنسرتمون رو کنسل بکنیم. خواستم با تو صحبت بکنم، یک در حضری بکنم، رضا توضیح بکنم با جمعی مثلا. اولا که روز 14 طول کشیده که جامعه موسیقی کار کرده، زحمت کشیده، مبارزه کرده و اینجا رسیده که اجازه داشته باشه برای شما کار بکنه و من اینجا باشم با شما صحبت بکنم. در خیلی از شهرهای مملکت همین ما خودمون اجازه نداریم که همین کنسرت رو برگزار بکنیم. دوم این که در این شرایط من فکر میکنم ما باید با هم باشیم و در میان شما باشیم و از نفس هم دیگه استفاده بکنیم و به جای عصبانی بودن یا به جای پرخوشگری این جرف زمخت و خشن رو در واقع با موسیقی تلطیف کنیم تا برای همه مقابل تعامل بشه. و این که موسیقی جدی، هنر جدی هیچ وقت نباید تعطیل بشه به خاطر اینکه کارش به تفکر با داشتن افراد و نه مسائل دیگه. به هر صورت اگر هر قدمی هم که بخواییم برداریم از نظر اجتماعی باید به فرهنگمون توجه بکنیم و فرهنگ رو بارور بکنیم و ریشه تمام مسائل رو در فرهنگ بکنیم. اگر که مسائل فرهنگی تحلیل بره و ما کار نکنیم خیلی 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 خوشحال خواهند بود از این بابت. به هر صورت بازم خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم و این شانس رو دارم که شما عزیزان با این همه گرفتاری وقت میذارید برای موسیقی که یه ساعت دور هم جمع بشیم و موسیقی جدی گوش بدید. همکاران رو خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای پدرام فری و سفی ویلون، جناب آقای میسم مرلستی ویلون، جناب آقای بهتر شعبان قاسم مصطفی کوبی، جناب آقای فرشاد پاتی میان بیس، سرکار خانم آتنا اشتیاقی بیرانی و سرکار خانم نیلوفر محبی بیرانی. قطعه که شنیدید ترقه بود از آلبوم شب سکوت که رو شاید به خاطر داشته باشید. این باید تنظیم دیگه بود که در واقع یه ستار دیگه هم باش می نواختم و کوینت رضایی. قطعه بعدی رو که خواهید شنید که از دوستان من که از آمریکا به ایران اومده بود و آهنگساز بود در سفری که به اصفهان داشت تحت تاثیر یک آتشگاه دوره ساسانی در شهر اصفهان قرار گرفت، چون فکر میکنم هیچ وقت خدمت ندیده بود در عمرش، حالا نوشته و اسمش رو آتشگاه گذاشته. قطعه آتشگاه رو با هم میشنیم.